این هفته انتخابات آنلاین، هوش مصنوعی که چشمتون رو به وبکم میندازه و ترفندهای زوم. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. انتخابات جنجالی آمریکا بالاخره تموم شد و فارغ از نتیجه، این انتخابات برای بسیاری تبدیل شد به یک کابوس آزاردهنده. حجم اتهامات دو طرف علیه هم، اونم با ادبیاتی تند و گاه توهین آمیز، بیداد میکرد. اخبار و اطلاعات جعلی اونقدر زیاد شده بودند که بعضن بسیاری از مشکلات و مسائل اصلی ازشون غفلت میشد. اما در کنار همه موضوعات مرتبط با انتخابات، جذب و درگیر کردن رای دهندگان جوان خیلی وقت به یکی از اهداف مهم اهل سیاست تبدیل شده. همینطور دادن دسترسی بیشتر به کسانی که دچار معلولیت هستند. در جریان انتخابات اخیر چند ایالت در آمریکا آزمایش‌های کوچیکی را انداخته بودند تا ببینن آیا فناوری در این زمینه میتونه کمکی بکنه. تا الان در آمریکا رأی‌گیری اغلب یا با صف کشیدن و رأی دادن حضوری و البته در دوران کرونا حتی از توی خودرو یا از راه پستی ممکن بوده. ولی آیا راه حل آسان‌تر و فناورانه تری برای رأی دادن نیست؟ الان میشه کارهای بانکی یا حتی پرداخت مالیات رو هم به صورت آنلاین انجام داد. پس چرا نمیشه به صورت دیجیتالی رأی داد؟ راستش شاید ندونید، ولی در چند ایالت آمریکا این کار انجام شد. این تراست از ویرجینیای غربی و او از 2 سالگی دچار معلولیته. خیلی آسون بود. منظورم اینه واقعا در عرض کمتر از 15 دقیقه آنلاین شدم، اطلاعات رو وارد کردم، برگم رو آماده کردم، رأی دادم، امضا کردم و فرستادمش. چند شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سامانه‌های رأی‌گیری با گوشی رو به شکل محدودی آزمایش کردند. واجدان شرایط برای رأی دادن با این سامانه اعضای ارتش و افراد معلول هستند. ووتس سامانه‌ای که از گوشی استفاده می‌کنه. دموکراسی لایو از طریق مرورگر کار می‌کنه. When finished filling out your ballot, select continue at the bottom of the page to move on to the final step where you will sign your ballot and review your ballot packet. ایالت با ایالت فرق می‌کنه. اما همه آزمایش ها به نوعی درستی سنجی نیاز دارن تا مطمئن بشن خود فرد بوده که رأی داده. این میتونه از طریق تشخیص چهره باشه یا عکس، کارت شناسایی یا امضا. بقیه شبیه رأی پستیه تا موقعی که بخواید بفرستینش. ووتس از بلاکچین برای نگهداری از رأی استفاده میکنه. دموکراسی لایو داده ها رو روی آمازون کلاود حفظ میکنه. یه نسخه از رأیتون هم چاپ میشه. اپ ووتس در یک بخشداری ایالت یوتا آزمایش شده و دموکراسی لایو در ویرجینیای غربی و مناطقی در اورگان و کارولینای جنوبی. آزمایش بزرگی نیست، در کل چند هزار نفر به این شکل رأی دادند. هزینه همه این آزمایش‌ها رو برادلی تاسک تامین کرده، یکی از اولین سرمایه‌گذاران اوبر. جیب پرپولی داره و خیلی هم بلند پروازه. میدونید من اینو صرفا برای آسون تر کردن رأی دادن برای نظامیان یا معلولان انجام نمیدم. برای این میکنم که میزان مشارکت در انتخابات رو بالا ببرم تا همه رأی بدن. معنیش اینه که باید فناوری داشت که بتونه از پس میلیون ها رأی بر بیاد. پس چرا همه جا رأی گیری الکترونیک رایج نیست؟ چرا نمیشه با موبایل هامون رأی بدیم؟ راستش به خاطر اینکه بسیاری به این فناوری ها مشکوکند و برخی بر این باورند که بعضی از این اپ‌ها نقاط ضعف امنیتی جدی دارند. مایکل این 2 سامانه رأی‌گیری الکترونیک رو مهندسی معکوس کرده و میگه توی هر دوشون اشکالات امنیتی پیدا کرده. من واقعا شگفت‌زده شدم که اینقدر آسون بود. به نظرم خیلی کارا میتونستن بکنن تا کار رو سخت‌تر کنن. ولی در مجموع اینجور مشکلات رو لزوماً نمیشه با فناوری‌های موجود حل کرد. از اول هم دلیل اینکه خواستیم این سیستم‌ها رو بررسی کنیم همین بود. یه نمونه از این مشکلات همون مقایسه با سامانه بانکی آنلاین بود که ابتدا گفتم. مایکل فکر می‌کنه این مقایسه منصفانه‌ای نیست. وقتی کارهای بانکی رو آنلاین انجام میدین، شما از نحوه هزینه کردن پولتون سند دارین.
میتونین بگین آ این چیه؟ این تراکنش میگه من $500 در بریتانیا خرج کردم ولی من بوستون زندگی میکنم و هیچ وقت به بریتانیا نرفتم. در نتیجه قطعا کلاهبرداریه. درسته؟ شما نمیتونین یه همچین کاری رو با رأیتون بکنین. چون اگه بتونین ثابت کنین چطوری رأی دادین، اگه این سند رو داشته باشین، یه نفر دیگه هم ممکنه بتونه بهش دست پیدا کنه. دموکراسی لایف به انتقادات اینطور پاسخ داد. یه موقعی میاد که دیگه نمیشه از زمان عقب افتاد. درسته؟ نسل بعدی رای دهنده ها خواهان نسل بعدی فناوری رای گیری خواهند شد. ما باید از تجربیاتمون درس بگیریم. برای همینه که ما با آزمایش های کوچیک و مسئولانه شروع کردیم، اونم با رای دهنده هایی که در غیر این صورت از حق شهروندیشون محروم میشدن. ما در حال حاضر همه جواب ها رو نداریم. جامعه دانشگاهی و امنیتی همه جواب ها رو ندارن و به همین خاطره که ما آزمایش های مسئولانه کوچیکی انجام دادیم تا درس هایی که باید بگیریم رو بگیریم و بر اون پایه سیستممون رو اصلاح کنیم و این کاریه که الان داریم میکنیم. امروز با گروهی شروع کردیم که در غیر این صورت از حقشون محروم میشدن. و پاسخ بنیانگذار ووتس هم این بود. طبیعتاً چیز جدیدیه و نقدهایی بهش میشه که ما استقبال میکنیم. ما از بررسی دقیق استقبال میکنیم، اما همزمان خیلی از این انتقادات فرضی‌اند. فقط نگاه کردن به یه بخش سیستم بدون در نظر گرفتن نحوه عملکردش به شکل معنیدار در درون اون سیستم اغلب به فرضیات غلط یا ناقصی منجر میشه. ببینیم ترا نظرش در مورد این تجربه چی بوده. برای افراد دارای معلولیت ترجیحش میدم و فکر میکنم برای اینجور افراد امکان خوبیه. اما من لزوماً مبلغ رأی‌گیری الکترونیک قبل از اینکه خیلی امن‌ترش کنن نیستم. هر دو نوع رأی‌گیری پیشتر در انتخابات محلی به کار گرفته شدن و هر دو شرکت میگن سیستمشون تا به حال به صورت موفقیت آمیز هک نشده. خب پس نتیجه چیه؟ آیا آینده انتخابات در رأی‌گیری الکترونیکه؟ راستش نباید خیلی تند رفت. حتی طرفداران رأی‌گیری الکترونیک هم معتقدن که فناوری هنوز به اون درجه نرسیده که بشه باهاش سیستم انتخاباتی رو زیر و رو کرد. اما احتمالاً این آزمایش‌های کوچک ممکنه به پیدا کردن راه امن و مطمئنی برای رأی‌گیری دیجیتال منجر بشه، اما شاید نه به این زودی‌ها. البته این بحثی نیست که محدود به آمریکا باشه و در بسیاری از کشورها بحران همه‌گیری سیستم انتخابات رو به هم ریخته و بحث‌های داغی رو بین موافقان و مخالفان رأی‌گیری آنلاین به وجود آورده. البته در یک کشور این سیستم 10 سالی میشه که داره کار میکنه. مدت ها پیش در سال 2005 استونی نخستین کشوری شد که اجازه داد مردم به صورت آنلاین رای بدن. 14 سال بعد در انتخابات عمومی 2019 44% رای دهندگان به صورت آنلاین رای دادند. و نمونه های دیگه ای از پذیرش رأی‌گیری اینترنتی در گوشه و کنار دنیا وجود داره. ماه آوریل گذشته حزب کارگر بریتانیا رهبر جدیدش رو از طریق رأی‌گیری آنلاین انتخاب کرد و 70% از 550 هزار عضو این حزب رأی دادن. اینجور رأی دادن منطقیه. هزینش از سیستم رأی‌گیری حضوری کمتره و برای بسیاری در یک کلمه آسون‌تره. اما آیا رأی‌گیری اینترنتی راه جذب نسل جوونه؟ As time goes on. هرچه زمان میگذره رأی‌گیری آنلاین برای جوان‌ها مهم و مهمتر میشه، چون جامعه داره به طور روزافزون دیجیتال و آنلاین میشه و همزمان سیستم رأی‌گیریمون دقیقاً همون جوریه که در سال‌های 1800 بود. بنابراین با شکاف بزرگی بین دموکراسی و مدل زندگی مردم روبرو هستیم. ما انتخابات داریم ولی هنوز هزاران نفر هستن که نمیتونن به صورت حضوری رأی بدن. درسته؟ بنابراین انتخابات داریم ولی دموکراسی کامل نیستیم. خیلی ها مدعیان رأی‌گیری آنلاین هنوز در مقابل حملات سایبری و رخنه‌های امنیتی آسیب پذیره. بدافزارها میتونن قبل از رسیدن آرا به سرورهای دولتی اونها رو دستکاری کنند و هکرها میتونن از سایت‌های رسمی نسخه‌های جعلی بسازن، اطلاعات رأی دهندگان رو بدزدن یا حتی به کامپیوترهای شمارش آرا حمله کنند. اما در استونی هیچ مشکل امنیتی جدی پیش نیومده.
ولی باید توجه داشت که نکته کلیدی اینه که رای گیری آنلاین به کارت شناسایی الکترونیکی وابسته است که فوق‌العاده مدرنه و مردم استونی از اون برای همه چی استفاده می‌کنند، از پرداخت مالیات تا دسترسی به سابقه پزشکی، و همه کشورها از چنین زیرساخت دیجیتال بی‌نقصی برخوردار نیستند. بعضی کشورها هم اصلا نمیخوان چون این ریسکی بکنن. برای مثال سوئیس پس از سالها آزمایش امیدوار بود رأی‌گیری آنلاین رو جا بندازه، ولی سال 2019 بعد از اشکالاتی که در سامانه پیشنهادی پیدا شد تصمیم گرفت آزمایشش رو متوقف کنه. فارغ از اینکه شما طرفدار یا مخالف رأی‌گیری اینترنتی باشید، همه متفق القولند که مولای درز نتیجه انتخابات نباید بره. پس به نظر میاد فعلا تا مدتی باید همچنان برای رسیدن به صندوق رأی در صف بایستیم. این هفته در حالی که همه چشم‌ها متوجه انتخاب رئیس جمهور آمریکا بود، رأی دهندگان در کالیفرنیا به پیشنهادی رأی مثبت دادند که کسانی مثل رانندگان اوبر یا پیک‌های موتوری رو به عنوان پیمانکار و نه کارمند شرکت‌های بزرگ فناوری طبقه بندی می‌کنه. خبر خوب برای کسانی که از گوگل میت برای تماس‌های ویدیویی استفاده می‌کنن. این خدمات هم مثل زوم و اسکایپ پس زمینه مجازی رو به سیستمش اضافه کرد. و سازنده کامپیوترهای رزبری پای از مدل تازه‌ای رونمایی کرد که داخل یک صفحه کلید تعبیه شده. امید میره خانواده‌هایی که در خونه کامپیوتر ندارن از این دستگاه ارزون که از کامپیوترهایی مثل ZX Spectrum الهام گرفته استقبال کنن. فروشگاه لباس زوزو نسخه تازه‌ای از لباس اندازه‌گیری بدنش رو عرضه کرده تا خریدارا بتونن به صورت آنلاین لباس‌هایی بخرن که دقیقاً اندازه بدنشونه. اندازه بدن فرد با پوشیدن لباس زوزو و ایستادن جلوی دوربین گوشی گرفته میشه. نسخه جدید به جای 400 نقطه برای اندازه‌گیری 20,000 نقطه داره. امید میره مشکل عدم دقت نسخه قدیمی به این ترتیب حل شده باشه. آهنگ کودکانه بچه کوسه یا بیبی شارک پربیننده ترین ویدیوی تاریخ یوتیوب شد. این ویدیو تا الان بیش از 7 میلیارد بار دیده شده و جایگزین رکورددار قبلی یعنی آهنگ دسپاسیتو اثر لوئیس فانزی شده. و مهندسین آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دیزنی ریسرچ رباتی طراحی کردند که میتونه نحوه ارتباط چشمی انسان رو تقلید کنه. این ربات با نزدیک شدن آدم‌ها به طرفشون میچرخه تا باهاشون روبرو بشه یا به جای زل زدن به فرد چشم‌هاش به صورت طبیعی تری حرکت می‌کنن. دیگه اگه پوست و مو هم براش بذارن کارمون تمومه. الان 8 ماهی میشه که ما کاسه کوزمون رو از ساختمون بی بی سی جمع کردیم و رفتیم از خونه کار میکنیم. البته تو این مدت یاد گرفتیم که چطور بین کار از خونه و زندگی تو خونه فرق بذاریم و این دوتا رو با هم قاطی نکنیم. البته من چند وقتی میشه که برای فیلم برداری میام بیرون، ولی بقیه کارها رو از توی خونه انجام میدیم. یکی از مسائل کار کردن از توی خونه اینه که آدم باید دائم پای گفتگوی تصویری باشه و البته اگر اینترنت یاری نکنه خیلی وقتا مشکلی پیش میاد و تصویر آدم اینجوری میشه. خیلی اعصاب خرد کنه، به خصوص وقتی که قرار یک نکته مهمی گفته بشه و سر به زنگا ارتباط قطع میشه. البته ما یک راهی برای این مواقع که اینترنت یاری نمیکنه پیدا کردیم. گزارش کریس فاکس رو ببینید. سلام به همه، ممنون که به تماس تصویری امروز ملحق شدید. امیدوارم قیافم غیر عادی نباشه چون این تصویر زنده من نیست، یعنی راستش حتی به دوربین هم نگاه نمی کنم. یک کلک کامپیوتری سوار کردم که به نظر بیاد دارم نگاه می کنم. تصویری که دیدین یکی از ابزارهایی که انویدیا داره میسازه، همون تولید کننده معروف کارت گرافیکی. هدف انویدیا اینه که مکالمه تصویری رو متحول کنه، جوری که حتی با اینترنت کند مامان بابای من هم شدنی باشه. ویدیو پهنای باند زیادی مصرف میکنه. هدفشون اینجا اینه که به جای کل تصویر صرفاً چند جزء اصلیش رو بفرستن، یعنی یه تصویر مرجع از کسی که پای خطه و اطلاعاتی که تغییرات و حرکات چهرش رو نشون میده. این اطلاعات رو اون طرف خط دوباره پردازش میکنن و به دقت با اون تصویر مرجع اصلی تطبیق میدن. البته هنوز نهایی نشده و فقط در صورتی که پس زمینه ثابت باشه کار میکنه. همینجوریش هم چند باری قیافم یه جور عجیبی شد.
منتها به جاش کسی از حجم داده‌ای رو که مکالمه تصویری نیاز داره مصرف میکنه. اونطور که انویدیا اعلام کرد به ازای هر ثانیه ویدیو کلن 3 کیلوبایت حجم مصرف میشه. البته صدا رو هم باید بهش اضافه کنین. یک حسن دیگه این فرایند اینه که میتونن با داده هایی که از تغییرات صورت شما میگیرن کارهای دیگه هم بکنن. مثلا آواتار کارتونی برای خودتون بذارین و اون در حین مکالمه حرکتش بده. البته فکر کنم بهتر بود یه طرح دیگه انتخاب کنم. بعضی کاربرها در توییتر میگفتن با این شکل جیکوب ریس‌ماگ میشن. کار دیگه‌ای که با داده‌های چهره شما میتونن بکنن اینه که جهت نگاهشون رو عوض کنن. در نتیجه همیشه روتون به دوربینه. سوالی که پیش میاد اینه که آیا این منم؟ شکل منه، کنترلش هم دست منه، ولی این من نیستم. بیشتر عروسک خیمه شب بازی ام تا خودم، نه؟ برای بحث فلسفی در این باره گفتم با ریچارد کریز مدیر انویدیا حرف بزنم ببینم به نظرش این که توی مکالمه تصویری آواتار استفاده کنیم اون حس شخصی مکالمه رو کم رنگ‌تر نمی‌کنه؟ امیدوارم نکنه. در واقع امید اینه که نیروی محرک پشت اون آواتار من و شما باشیم یا همون عروسک گردان که شما گفتی. راستش به نظرم اگر مکالمه من با شما تجربه بهتری باشه، یعنی تصویر صافتر باشه و چیزهای زایدی مثل صدای اضافی و پس زمینه و اینجور چیزا نداشته باشه، به گمانم به شخص سازش کمک هم میکنه. عادتاً کارهایی که میشه با دیپ فیک کرد رو دیدین و کارهایی که مردم باهاش میکنن، فکر نمیکنین ممکنه مردم از این فناوری استفاده سو بکنن؟ سوال خوبیه، ولی قصد ما چنین چیزی نیست. مقصود اینه که روند کار مردم رو با یه مبنای مشخص بهتر کنیم. و واقعیت اینه که همیشه میشه راهی پیدا کرد که چه میدونم، مثلا شما میتونی از خودت یه تیکه فیلم بگیری بذاری روی تکرار. بعضی بچه مدرسه ای ها دیدم این کارو میکنن. توی مدرسه دخترم یکی از بچه ها یه حلقه تکرار طولانی درست کرده بود که انگار داره سر کلاس گوش میده. خب اینجور چیزا پیش میاد به احراب، ولی قصد ما چنین چیزی نیست. از کجا معلوم همین الانم تصویر الکی نباشه؟ شما هستین واقعا؟ الان برمیگردم یه قهوه بریزم بیام. شما ادامه بده. شوخی کردم، الان ازش استفاده نمی کردم، سر کار نیستم. برنامه فعلا توی مرحله آزمایشیه، داریم همه جور آزمایشش میکنیم و امیدواریم به زودی یه نسخه اولیه در اختیار شرکت‌های کنفرانس ویدیویی بذاریم که اونا استفاده کنن و بگن چه ابزار دیگه نیاز دارن تا محصولشون کامل‌تر بشه. مدیران انویدیا امیدوارن ابزارهایی که می‌سازن بره در دل بسترهای مهم مکالمه تصویری. اولین بستری که قرار استفاده کنه اوایاست. کلاً ابزار هوش مصنوعی دارن آروم آروم وارد نرم افزارهای مکالمه تصویری میشن. مثلا زوم یه چیزی گذاشته که نویز یا اختلال تصویر رو کم می‌کنه، یا فیستام اپل که مسیر نگاه رو تسهیل می‌کنه. ولی از نظر من مهمترین ابزار هوش مصنوعی که باید بذارن اینه که وراجی‌های بیهوده رو نابود کنه. یکی از شرکت‌هایی که در دوران کرونا خیلی خوب عمل کرد زوم بود. زوم سال 2011 رو افتاد، اما از ماه مارس امسال گل کرد و حسابی ترکون، اونقدر که اینجا تو مکالمات روزمره از اصطلاح زوم کردن به عنوان فعل استفاده میکنن، نه به عنوان اینکه درشت نمایی کنیم، به عنوان استفاده از نرم افزار زوم. به همین مناسبت ما رفتیم سراغ هری موزلی، مدیر ارتباطات این شرکت، تا در مورد آینده این صنعت صحبت کنیم. ما در دسامبر 2019 روزانه کمی بیش از 10 میلیون کاربر داشتیم. مارس 2020 شد 200 میلیون و آوریل از 300 میلیون هم گذشت. جوری شد که اگر مثلا توی مرکز داده نیویورک ظرفیت کم می آوردیم، از ظرفیت مرکز داده دنور قرض می گرفتیم. و اگه اون هم تموم می شد از ظرفیت سانتا کلارا استفاده می کردیم، چون روز کاری که در شرق شروع می شه مرکز داده های غرب خلوتن. The data centers in the west are quiet. زوم توجه زیادی به پس زمینه ها کرده. It's mapping out my body. It can recognize my face. در اصل بدن من رو ترسیم میکنه. میفهمه صورتم کجاست و روی اتاق فوکوس میکنه. ولی معمولا وقتی پشت آدم پس زمینه مجازیه، هی فرو میره توی اون پس زمینه. نمیدونم به چشمتون اومده یا نه. علتش اینه که دوربینه که به نوعی حضور فیزیکی شما رو تشخیص میده، ولی بعد یهو نمیبینه. برای اینکه از دامنه دیدش خارج میشین و خود پس زمینه رو میاره رو. به نظرم شیوه هوشمندانه ایه. اما با این همه آدم که از خونه کار میکنن آینده چجوری میشه؟ When everybody is working in the office, collaboration is great. When everybody is working virtually, collaboration is great. وقتی همه سر کارن، همکاری راحته. وقتی همه از خونه کار میکنن، هم کار خوب پیش میره. ولی در عمل اینجوری نیست.
همیشه یه مدل بینابینی داریم که بعضیا تو دفترن و بعضیا خونه. سوال اینه که چجوری باید از دو سوی این دره دیجیتال با هم کار کنیم. مشکل دیگه این مدل دوگانه اینه که فرهنگ سازمانی از بین میره. یعنی چی؟ ببین، وقتی شما آدم جدید در شرکت استخدام میکنی، اون آدم چجوری در بافت سازمان جا میفته؟ چجوری با بقیه آشنا میشه؟ خب وقتی همه در یک محیط کاریان فرق داره. شما میری اینور اونور با بقیه آشنا میشی. در اتاق رو میزنی، میگی گفتم بیام یه سلامی عرض کنم، تازه اومدم. ولی در محیط های مجازی این اتفاق به این راحتی ها نمیفته. فکر میکنم واقعیت افزوده و واقعیت مجازی و 5G به زودی بخشی از کار میشه. فکر میکنم چیزایی مثل هولوگرام خواهد اومد که بشه دیگران رو سه‌بعدی دید. و یه موضوع دیگه که فکر میکنم قبلا راجبش حرف زدیم، بحث بو در یک محیط مجازیه. به نظر من در آینده همه این چیزا اضافه میشه، برای اینکه 5G این امکان رو به ما میده. خیلی از قابلیت‌های 5G رو الان میدونیم، ولی کلی کار دیگه هم ممکنه با 5G بشه کرد که الان نمیدونیم. فکر میکنم به طور کلی تجربه حضور در فضای مجازی تجربه فراگیرتر و همه جانبه تری میشه. جهانی رو تصور کنین که با 10-12 نفر، مثلا کسایی که روزمره باشون سر و کار دارین، یه گروه مجازی میسازین که همه این آدم ها توشن و هر کس هر وقت با هر کی کار داره میره سراغش. درست مثل دفتر کار که همه میان اونجا و همدیگر رو میبینن. اینجا هم شما وارد یک شبکه میشین و اون اشخاص رو میبینین. صداشون رو نمیشنوین ولی میتونین دست تکون بدین یا روی یه نفر کلیک کنین یا با انگشت اشاره کنین و بلندگوشون روشن میشه. میکروفون شما هم روشن میشه. میگی صبح بخیر، آخر هفته خوش گذشت. دقیقا همون اتفاقی که توی دفتر واقعی میفته. بعد هر کس که توی جلسه است یا پای تلفنه، پس زمینش قرمز میشه و اگه آزاد باشه سبز میشه. یعنی من میفهمم مثلا فلانی الان آزاده چون پشتش سبزه. پس ملاقات در دنیای واقعی چی میشه؟ اگه یه نفر رو رو در رو به قول معروف در عالم واقع دیده باشی، در دنیای مجازی هم راحت باش ارتباط برقرار میکنی. اگه از دفعه اول مجازی ببینیش، خب به نظرم تلاش بیشتری لازمه که همکاری واقعی شکل بگیره. یعنی رابطه واقعی اونجور که میخواین موقعی پیش میاد که از دفعه اول حضوری دیده باشیشون. ما فکر کردیم حالا که خیلی از زوم استفاده میکنیم چند تا نکته جالب رو در این زمینه بگیم. گزارش LJ Rich رو که ببینید ترفندهای جالبی یاد میگیرید. سلام، من الجی ام. زنگ زدم چند تا نکته بگم که رعایت کنین استاد کنفرانس ویدیویی میشین. نکته اول این که برای اینکه صدا و تصویرتون بهتر بشه ضرورتاً دستگاه جدید نیاز ندارین. برای اینکه کیفیت صدا بهتر بشه هدفون بذارین، چون با این کار میکروفونتون دیگه صداهای مزاحم رو از بلندگوها نمیگیره و صدای خودتون شفافتر میشه. پیش از اینکه شروع کنین میتونین توی بخش تنظیمات صدا و تصویر آزمایش کنین. اگه حرف بزنین صدا سنج بالا پایین میره. 1-2 برگه ویدیو هم نشون میده که تصویرتون چجوریه. برای اینکه تصویر بهتر بشه جوری بشینین که نور جلوتون باشه. حتی امکان پشت به پنجره یا به اصطلاح ضد نور هم نشینین تا دوربین ناچار نشه سطح نور کل تصویر رو بیاره پایین. طبعا این مسئله برای شبها صادق نیست. برای اینکه سوراخ دماغتون رو نکنین توی چش مردم، سطح دوربین رو با چشتون تراز کنین. اگه لازمه کامپیوتر رو بذارین روی کتاب یا یه چیز دیگه که لق نزنه. بعدم یه نگاه پشت سرتون بندازین که یه وقت چیز ناجوری تو پس زمینه نباشه. اگه از پس زمینه مجازی استفاده میکنین، حواستون باشه که کامپیوترتون باید به اندازه کافی قدرتمند باشه تا خودتون توی پس زمینه محو و گم نشین، مگه اینکه اساساً قصدتون همین باشه. اگه مشکل صدای پس زمینه دارین، برین توی بخش تنظیمات پیشرفته صوت و یکم دستکاری کنین. قاعدتاً باید صدا رو تر و تمیز کنه. الان دیگه همه چیز آماده زومه، فقط باید حواستون به آداب زوم باشه. روی لینک که کلیک کنین یا مستقیم میرین توی اتاق کنفرانس یا اول میرین تو اتاق انتظار. اگه قرار چیزی ارائه بدین ممکن ازتون بخوان صدا و تصویرتون رو ببندین تا وقتی که نوبت ارائهتون برسه. بهتر اول تصویر رو روشن کنین بعد صدا رو. با این علامتایی که این پایین صفحه است میتونین صدا و تصویر رو کنترل کنین. یا اگه خواستین خیلی حرفه‌ای به نظر بیاین از این میانبرای صفحه کلید استفاده کنین.
اگه از اون دست آدمایی هستین که هی به تصویر خودتون نگاه میکنین، بهتر تصویرتون رو ببرین بالای صفحه و نزدیک دوربین تا وقتی خودتون رو نگاه میکنین به نظر بیاد حواستون به گوینده است. اگه نقش مهمی توی جلسه ندارین میتونین صدای خودتون رو ببندین. اگه خواستین یه چیز کوتاهی بگین میتونین کلید اسپیس یا فاصله رو نگه دارین. دستتون رو که بردارین صداتون دوباره قطع میشه. حتی الامکان موقع ارائه چیزی تایپ نکنین. به ویژه اگه برای صدا از میکروفون خود کامپیوتر استفاده میکنین. اگه صدا بسته نباشه همه صدای تایپ کردنتون رو میشنون. یه اصطلاحی بین اهالی تلویزیون هست که میگن همیشه فرض کنین که میکروفونتون بازه. یعنی چیزی رو که نمیخواین بقیه بشنون اصلا نگین. و همیشه یادتون باشه که اگه توی گپ چیزی مینویسین ممکنه اشتباهی شوخی یا مطلقتون رو برای همه بفرستین. عجب جلسه بی خودیه. خب ایمیل میزدن. الجی تو چت گروهی داری مینویسی؟ در حال حاضر هیچ معیار مشخصی برای خدافظی نیست. اگه بخواین میتونین دست تکون بدین. هیچ ایرادی نداره. اگه میخواین خصوصی تر باشه میتونین تشکر و خدافظیتون رو توی گپ بنویسین. قبل از اینکه برین حواستون باشه که اگه هدفونتون بی سیم نیست هنوز به کامپیوتر وصلین. آها حالا شد. خب به پایان یکی دیگه از برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونه bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب bbc فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد بدرود و خدا نگهدار.